نشانی که روح الله خمینی درست ساعتی پس از ورودش به ایران اون رو منحوس میخونه و جز نخستین دستوراتش حذف و محو این نشان کهن هست، یکی از کهن‌ترین و با ارزش‌ترین دارایی‌های ملت ایران و البته مردمانی است که برای هزارها در فلات پهناور ایران زمین در قلب جهان باستان زندگی کردند. این نشان کهن رو شاید بیشتر از هر کس ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، پژوهنده‌ای که کتاب نشان 3000 ساله، شیر خورشید نشان 3000 ساله رو نوشته، بشناسه و بتونه با ما در میان بگذاره. دکتر ناصر انقطاع که 10 سال پایانی دوران پادشاهی یکی از اعضای فرهنگستان زبان ایران بود و البته در مقام مدیر کل روابط عمومی چندین وزارتخانه فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشت و پس از انقلاب هم و بعد از خروجش از ایران و سکناش در غرب باز هم سکان روزنامه‌نگاری رو از دست نداد و همچنان به عنوان یک فعال مهم رسانه‌ای در عرصه رسانه‌های نوشتاری، دیداری و تصویری حضوری پررنگ داشت. یکی از پژوهشگران با ارزش کشور ما در خارج از ایران هست که در این زمینه تحقیقات کاملی رو کرد و نهایت هم کتابی به عنوان شیر خورشید نشان 3000 ساله رو به جلوه رسوند. کتابی که نشون میده روح الله خمینی به خوبی میدونست شیر خورشید نشانه تمدنه و این نشانه تمدن میتونه سنگ بنای حکومتی رو که او بر پایه ایدئولوژی خاصی و یا به عبارتی بهتر تعریفی محدود از ایدئولوژی اسلامی بنا میکنه به چالش بکشه در این نیمه پنهان. و حالا پس از 37 سال که از حذف نشان تاریخی شیر خورشید از پرچم ایران میگذره و در طول این مدت همواره در ذهن جامعه جوان ایران و نسلهایی که بعد از انقلاب در ایران به دنیا آمدند این شایعه را پر کردند که نشان شیر خورشید یک نشان شاهنشاهی است و فقط مربوط به دوران زمامداری پادشاهان پهلوی، خواهیم کوشید با حضور دکتر ناصر انقطاع از پیشینه تاریخی شیر خورشید بیشتر و بهتر بدانیم. با من و مهمان خوبم در این نیمه پنهان همراه باشید. آمدین آقای دکتر، خیلی لطف کردید. میدونم شما خودتون صاحب چند برنامه تلویزیونی در دیگر رسانه‌های فارسی زبان هستید. اینکه قبول زحمت کردید و با کتاب نشان 3000 ساله به استودیوی افق ایران اومدید برای من موجب افتخاره. سپاسگزارم آقای دکتر. آقا زمانی معمولاً یه سفارش روانشناسی هست که میگن دوستان همیشه در رده اوله. بنابراین وقتی که شما دستور دادید و من آمدم خدمتون، مقدمه بر بقیه تعریف‌ها و دعوت‌ها قرارش دادم. لطفا. و خوشحالم که در این برنامه افق ایرانه البته در حضور شما نشستم و راجع به یکی از حساس‌ترین مسئله میخوام میبخشید با شما سخن بگم. اتفاقا خیلی نکته مهمی اشاره کردید. چرا اساسا نشان شیر خورشید حساسه؟ هم در ابتدای انقلاب که روح الله خمینی آمده، هم در این 37 سال، هم در خارج از کشور، برای ایرانی ها این نشان بسیار با ارزش و حساسیه که محل بعضی از چالش ها قرار گرفت. مورد چی؟ ببینید، بهتر من برگردم به 7000 سال پیش. دیدید تقویم هایی که شما به خصوص در یه مؤسسه علمی و انتشاراتی هستید، تقویم هایی که مثلا یک شب شرکت کتاب مثل چاپ میکنه، تقویم های میترایی هست. بله. 7000 خورده ای میگه، نشون میده که یعنی اونطوری که تاریخ میگه و من این کتاب را من مقصد به عنوان سند آوردم به نام حافظ و کیش مهر. در اینجا تاریخچه کیش مهر را هم نوشتم و این کتاب خیلی به من کمک کرده برای اینکه شیر خورشید رو بهتر بشناسم. 5000 سال قبل از زایش مسیح کیشی در ایران بود به نام کیش مهد یا میترائیسم، همون چه که در فرهنگ عامه به خورشید پرستی من همینه میخوام بگم. اول این بود، یعنی 5000 سال پیش. اولا من یه نکته قبل بگم که بعد هی پرسش پیش میاد، مگه چند تا کیش مهد داشتیم؟ بله، ما 2 تا کیش مهد داشتیم و الان خدمتتون میگم. 5000 سال پیش ریشه اصلی کیش مهر در ذهن آدمی ایرانی ها ظهور کرد. ایرانی ها معتقد بودند که
اداره کننده عالم، دستگاه اداره کننده عالم این خورشید. برای اینکه میدیدن وقتی آغاز بهار میشه این حیوانات باردار میشن، بچه میزان، رشد میکنن، جمعیتشون زیاد میشه، درخت‌ها زنده میشن، جوانه میزنن، میوه میدن، گل میدن. اینا میگفتن خب اینه خدا، پس اینه دیگه داره حالا که زندگی میبخشه به هستی. بعدم که پاییز میشد دوباره درخت‌ها زرد میشدن، بعدم زمستان میومد افسرده میشدن همه و بسیاری از حیوانات به خواب زمستانی فرو میرفتن. اینا گفتن خب خدا دور شده و این است که ده. اما به این خورشید میگفتن نیر اعظم. البته در زمانی که زبان عربی اومد ترجمه کردن چیزهای مهرو نیر اعظم گذاشتن، وگرنه اونا چیز دیگه ای میگفتن. بعد این یک خدایی داشت به نام بق میترا. بق میترا، بق، بق به زبان پارسی کهن یعنی خدا. بق میترا یعنی میترای خداگونه. معتقد بودن که این میترا که در ذهنشون بود، زنده نبود که ببیننش مثل بقیه پیغمبرا، این میترایی که در ذهنشون بود بهش میگفتن بق میترا، این فرمان روای اون خورشیده. به همین دلیل به ایرانی ها میگفتن خورشید پرست. در حقیقت خورشید رو نمیپرستیدن، اون بق میترا رو قبول داشتن، فرمان روای خورشید رو به عنوان پروردگار هستی قبول داشتن. این با ظهور زرتشت، درگیری بین زرتشت ایجاد شد با کیش مهر. منتها زرتشت باهوشتر، روشنتر و آگاهتر از این مسئله بود که جنگ بین این دو گروه رو ایجاد کنه، اومد اهورامزدا رو خدای مطلق حساب کرد و میترا رو، یعنی اون میترایس بق میترا رو از درجه فرشته‌ای بی سر صدا آورد شریک و همکار اهورامزدا کرد، یعنی فرشته ارشد کیش زرتشت شد، فرشته مهره، ولی اسمش فرشته نگذاشت خدا. بنابراین در کیش زرتشت، من یه نکته خدمتتون بگم، 90% اینایی که پیشوا میشن و راه رهبر میشن به ویژه پیامبران، اینها ناگزیر هستن که توجه به اکثریت، باور اکثریت ملتی که زیر نظرشونن داشته باشن. همونجوری که محمد پیامبر مسلمانان جهان طواف کعبه رو نگه داشت، دقیقاً بت‌ها رو ریخت بیرون ولی گفت بیاید باز دور اینجا بت‌خانه رو چک کرده. بله، همون هفته رو بگردید، همون کارهایی که قبل از اسلام دور کعبه میکردن حالا به اسم اسلام دورش کردن. دقیقا میخواستم بگم تمام دستورایی که راجع به مکه هست، خدا که جایگاه نداره، خدا که خونه نداره، این رو فقط برای اینکه اون بت پرستان رو به طرف خودش بکشه اومد اونجا رو کرد خانه خدا و همون به قول شما هفت دور دور مکه گشتن و همین چیزا رو. یه دونم از این هفت خدا رو که اسمش الله بود گفت این سمبل همون خدای نادیدنی است، لا اله الا الله، فقط به جز این ما دیگه الهی نداریم، خدا رو یگانه کرد. این خصلت آدم‌هایی است که میخوان یه اجتماعی رو پیش ببرن، میان اکثریت رو نگاه میکنن ببینن چی میخوان، اونو به یه طریقی میارن توی کیش خودشون. همین کار رو زرتشت کرد که میترا رو، بق میترا رو کردش فرشته برتر کیش زرتشت. خب سالها زندگی کرد و کیش زرتشت گسترده شد و بعد درگذشت. با درگذشت زرتشت، اون چی که در ذهن ایرانی ها به نام مهر و میترا و میترائیس بود تحول تازه‌ای پیدا کرد، برای اینکه دوباره زندش کنن. و این ماجرا برمیگرده مثلا به چیزی در حدود زمان اشکانیان، یعنی بعد از ظهور مسیحیت در جهان. قبل از ظهور مسیحیت، حالا داستان از همینجا شروع میشه. پیش از اینکه عیسی بیاد 207 سال قبل از زایش مسیح، در سال 207 قبل از میلاد مسیح، ایرانی ها این، البته اینی که من میگم، سه تا از پژوهشگران بزرگ ایرانی که ذبیح بهروز بوده، ابراهیم پورداوود بوده و آقای قاضی، مرحوم محمد قاضی، بله، اینا از اون پژوهندگان مورد اعتماد بنده هستن، هر سه بر این مسئله صحه گذاشتن. یعنی این باور در میان ایرانی ها رشد کرد که فرشته مهر، ببخشید، فرشته آناهیتا، یعنی فرشته باران و آب و آبهای پاک، این
در آبهای دریاچه هامون شنا می کرد. خب اون زمان که دیگه مایو و مایو دوتی که نبوده که اوریان می شدن و می رفتن در آب, در آب شنا می کرد. و نطفه‌ای که فر زرتشت, ببینید زیرکی رو ببینید اینجا, اینایی که میخواستن مهر رو درست کنن اون زرتشت رو فراموش نکردن که بین اینا اختلاف نشه. نطفه‌ای که فر زرتشت در اون بوده در رحم این جای میگیره. حالا افسانه است دیگه. و در تاریخ 25 فروردین این باردار میشه. 270 روز بعد از اون, یا 275 روز فکر میکنم, 275 روز بعد از اون, در شب یکم دی, یا به گفته بعضی از تاریخ نویسا و محققی در روز یکم دی, یا در شب سیوم آذر, یا در روز یکم دی, ظهر یکم دی, نیم روز یکم دی بهتره بگه, چون بعد برمیگرده به این واژه, در نیم روز یکم دی میخواد وضع حمل کنه. بذار, یعنی در بر اساس این افسانه کهن ایرانی, بله, میترا فرشته, آناهیتا فرشته آب و باران که از نطفه‌ای که صاحب فر زرتشت در او بوده, بله, باردار شده در 25 فروردین در نیم روز یکم دی, یا یعنی نیم شب, نیم شب یکم دی, 31, آره, یعنی پایان پایان پاییز, پاییز و آغاز اون لحظه طلوع, بله, بین معتدلین, بله, اون لحظه میخواد به زایش کنه, بذار بچه و خورشید رو قاعدتا نور, نه, رو. نه 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 نه, حالا اصل مسئله از همینجاست. اینا اومدن یک کار دیگه که کردن, میترای آدمی صورت زاده میشه, خدای نور و برق میترا اینا رو به همه رو میذارن کنار چون دارن با زمان پیش میان. بعد کودکی زاده میشه از این بانو به نام میترا یا میترا یا میترا یا مهر. خود مهر اسم خورشیدم هست اگه دقت کرده باشه, بله, مهر جهانتاب که میگن, بله, حافظ همه جا استفاده میکنه از واژه مهر به خاطر کیش خودش که مهری بوده, ولی اشاره میکنه در شعر به خورشید. اینا زیرنگی های حافظ بوده. میره توی غاری, میره توی غاری سنگی رو بغل میکنه و بچه متولد میشه. و سه تا روستایی از اونجا رد میشدن میان و میبینن یه بچه متولد شده بایده. این باور میره 200 سال بعد توی کیش مسیح, بله, و مسیح بده مریم در طویله میزاد, سه نفر قبطی و نمیدونم فارسی و اینا میان میرن و هدایایی میدن. ببینید من میخوام بگم که نوشتم توی این کتاب حافظ و کیش مهر 25 باور مهر میره تو کیش عیسی. حالا بعدن تاریخ چیز تاریخیشو خدمتتون توضیح میدم. من هنوز به شیر خورشید نرسیدم. هنوز, بله, دارم ریشه ها رو میگم. بعد این تنها چیزی که من الان باید حسابمون رو تسویه کنم با این کار این است که شب اول زمستان که ما میگیم شب یلدا و معنیش 90% مردم نمیدونن که یلدا یعنی زایش, زایش میتراست نه زایش مسیح. اینو از گوشتون بیرون کنین, اینو بیگانگان, اینو تاریخ نویسان بیگانه, اینو کارشناسان و خاورشناسان تو گوشون کردن که تولد عیسی شبه چیز, نه, 200 سال بعد از عیسی, یعنی 400 سال بعد از این, چون خود عیسی 207 سال بعد زاده شد, 200 سال بعد از زایش اون کلیسا اومد 24 دسامبر رو کرد تولد عیسی. تا اون موقع تولد عیسی معلوم نبود, هنوزم معلوم نبودیست که واقعا همون روزه, اما مال میترا معلومه. تمام پژوهشگران نوشتن که یکم دی یا شب سیوم آذر. آقای دکتر, اینها رو گفتیم تا کیش مهر رو توضیح بدیم. شاید به نظرم این کیش مهر که شما بهش اشاره کردید نمایشی از همین خورشیدی است که پشت سر شیر قرار میگیره. این رو چگونه ربط میدید به پله شیر پله خورشید؟ پله پله همه اینا رو با توجه به تاریخ خدمتتون میگم. حالا در اینجا اولا یک نکته بگم خدمتتون که از اون به بعد میترا, یعنی همون کودکی که زاده میشه, در 25 سالگی کیش تازه خودشو میاد. این کیش تازه کیشی بوده که جهانگیر میشه. چرا جهانگیر میشه؟
برای اینکه در مورد اقتدار ساسانیان و اشکانیان بوده، در جنگ هایی که میان ایران و روم و ایران و یونان درگیر می شده، میان انوشیروان و مهداد و غیره و غیره، اینا یه مقدار اسیر می گرفتن، یه مقدار اسیر می دادن. یعنی رومی ها اسیر می گرفتن از ما، ما از رومی ها اسیر می گرفتیم. جالب اینجاست، اسیرانی که ما از رومیان می گرفتیم پیش ایرانی ها می گرویدن به کیش مهر، مهری می شدن بر می گشتن کشور خودش. اونایی که رومیان از ما می گرفتن اونا رو میترائیست می کردن و اونا هم بعد بر می گردن. در نتیجه کیش مهر در روم رشد می کنه، در امپراتوری روم انقدر رشد می کنه تا یکی دوتا از امپراتوران روم میگیرن به کیش مهر و نیرون حتی که وقتی میخواست مهری بشه دعوت میکنه از مهرداد چهارم امپراتور اشکانی که تو با یه عده از این مغها، من اینم توضیح بدم، خیال میکنید بسیار خیال میکنن به اشتباه تو جدول ها مینویسن پیشوای زرتشتیان مغ، غلطه، پیشوای مهری هم پیشوای زرتشتیان موبده. موبده من از یه موبد، یعنی از دو تا موبد شهدادی و یکی دیگه نامه گرفتم تو این نوشتم که میگه پیشوای ما، پیشوای زرتشتیان موبده و موبدان موبد رئیس کله، در حالی که پیشوای مهریان موقعه و چند تا موقع مرتاد بره و اون. پس در واقع این تصور غلط تاریخی است که ما فکر میکنیم که مذهب رسمی در دوران زمامداری پادشاهان ساسانی مذهب زرتشتی بوده. هنوزم زرتشت بوده، هنوزم ایرانی ها اکثر داشتن و شاهان ایرانی نبودن. مرتاد مولا اشکانی بود. شما دقت کنید ساسانیان با غیر زرتشتی بد بودن، به همین دلیل مانوی ها رو کشتن، مزدکیان رو کشتن، مسیحی ها رو کشتن و رئیس همه اینا که خمینی اول اسم اونه آقای کرتیره. کرتیر مجسمش در طاق بستان هست، من رفتم دیدم، چهارمین فرد بزرگ ایران بوده. زیرش نوشته که من افتخار میکنم که ده ها هزار تن مسیحی، مانوی و مزدکی رو از دم تیغ گذروندم، به دستور من شاهان این کار کردن. ولی ساسانیان زرتشتی بودن اما چیز نبودن، مثل کوروش عدالت گستر نبودن، رواداری آزاد نمیدونستن، نمیگفتن که مذهب هر کسی آزاده، سکولار نبودن. بلد. اینا هر کی غیر زرتشتی بود میکشتن، به همین دلیل هم ایرانی ها، یعنی ملت ایران از اونا زده شدن. اون عرب های پا برهنه که اومدن، ایرانی ها نجنگیدن اونطور که بود و در نتیجه امپراتوری ساسانی برچیده شد. در حالی که خب پس میشه اینجوری در نظر گرفت با اینکه حکومت و زمامداران ساسانی زرتشتی بودند اما مردم در کوچه و خیابان ادیان و آیین‌های دیگری از جمله کیش مهر رو اکثریتشون هم مهری بودن، مهری بودن. بله. که خود این مهری ها مورد بی محبتی پادشاهان بله بودن و چه ساسانی رو کشتن. بله. ولی اشکانیان اینطور نبودن، اشکانیان بعضی از امپراتورانشون هم گرویده بودن، گرویده بودن. در حال این بلند میشه با یه سری چیز از مشاوران مغها میرن در روم و کی آب تو چیز میزن تعمید و قرص تعمید اینا برای آقای نیرون انجام میدن. مخصوصا به اون شعر حافظ بود که میگه که اینا همراهان پادشاهان، منظورش همین کسانی بودن که با رندانی که حافظ بهش اشاره میکنه. حالا این بر اساس یک اصل کلی آقای دکتر آقا زمانی که آدم چیزی رو که داره زیاد حس نمیکنه، نه خودشو حس میکنه نه ارزششو. شما تندرست اینجا نشستی، تبم نداری، سلامتی رو قدرش نمیدونی، نه تبتون رو حس میکنید ندارید، نه قدر سلامتی رو میدونید. اما خدای نکرده که تب کنید میفهمید چی رو از دست دادید. درست. ایرانی ها این شیر و خورشید رو دارم میگم که چرا تا زمان ساسانیان چیز نبوده به اصطلاح مورد توجه جا زمان، یعنی تا در این مدتی که الان ما داریم ازش صحبت میکنیم، یعنی دوره بس. اشکانی و این حضور کیش مهر دوم، این نماد شیر خورشید وجود داشته؟ نه اصلا نه. نبوده. دارم همین دلیل آوردم. آها. چون داشتیم، حالا داشتنشو من نگفتم چون این مهم بوده برای ما، ولی کسی به ما زور نگفته بوده.
مورد حمله قرار گرفت. اسلام نیومده بود، چیزی نیومده بود، فشاری نداشته بودن، پرچمای سبز و سرخ و سفید نشده بود، ایرانی‌ها توجهی نداشتن. پرچم کاویانو داشتیم ما، پرچم هخامنشیانو داشتیم، اینا رو داشتیم. بعد در اینجا یک نکته پیش میاد که من چون سوالی که کردید اون از ذهنم پرید، ولی به هر حال اون کیش مهر رشد میکنه. کیش مهر که در جهان رشد میکنه، که الان هنوز هر سال 10-12 مهرابه در اروپا کشف میشه. عکسای مهرابه ها رو من تو این کتاب همه رو انداختم. درست. چون نبردهایی هم بین بعد که مسیحیامیان بین مسیحیایی که میخواستن همه کاره بشن و مهریا که همه کاره بودن در میگیره، کشتارها میشه، جنایتها میشه، حالا اونا رو ما وارد بحثش نمیشیم چون بشیر خورشید مربوط نیست. درسته. بعد اینا این کیش قواعدی وضع میکنه. اولا کیشی که ویترای آدمی صورت وضع میکنه یه مقرراتی داشته، مثل کیش مهر قبل نبوده که فقط بگن بله اون نیر اعظم بوده فلان. این مقررات یکی از اونها این بود که آب و آتش رو مقدس میدونست. به همین دلیل من بیشتر اشاره میکنم به شعرهای مولوی و حافظ، که مولوی هم مهری شده بوده. بیشتر شعراش از این چهار عنصر آب و باد و خاک و آتش، آب و آتش رو مقدس میدونست. و ما خیلی زیاد شعر داریم که این دوتا رو میگن. حالا یکیش این بوده، دیگریش از قواعد کیش مهری این بوده، میگفته هر کسی که میخواد وارد کیش ماش، اولا کیش نیمه و ارتشی بوده، کیشی است که تمام مورخا نوشتن میترائیسم کیش نیمه ارتشی بوده، اصلا نظامی بوده، یا یکی از پله‌هاش که حالا میرسیم بهش سپاهیگری بوده. بعد این کیش نیمه ارتشی باید اسراری داشته باشه که پخش نشه، بنابراین سرنگهداری یکی از عوامل پذیرش در کیش مهر بوده. حتی بعض وقتا چیزای دروغی رو میگفتن به این شاگردا، ببینن این پخش میشه یا نه، اگه ببینن پخش میشه اون شاگرد بیرون میکردن، اینقدر دقیق بودن و سختی. بنابراین باید هر کی که میخواد بیاد و برسه پایه مهربانی، حالا من هر لغتی که ببینم یاد یه تاریخچه شد، خود این مهربان خودش تاریخچه داره، خودش یه تاریخچه داره، از این پله اول تا پله هفتم که میخواد بیاد و از طرف موقع بزرگ درجه مهربانی رو بگیره، این هفت پله بود. از اینجا پایه شیر خورشید پیدا میشه، از این هفت پله ای که یک فرد عادی میخواد به عالی ترین مقام کیش مهر، یعنی مهربانی برسه. بله، که دو درجه، دو درجه کمتر از موقع و پیر مغان. چون گفتم که این کیش نیمه ارتشی بوده و خیلی اسرار رو باید نگه میداشت، اکثر تو غار زندگی میکردن که ماموران دولتی یا کسان دیگه نیان در دوران ساسانی، در همه دوران ها، چه قبل از اون چه حتی بعد که اسلام اومد. بله دیگه، قشن در بعد از اسلام که طبیعتا بله. این بود که مواظب اسرارشون بودن. اولین پله اسمش کلاغ بوده. حالا چرا کلاغ؟ برای اینکه معتقد بودن فضولترین جانور دنیا کلاغه. میگن کلاغه خبر آورد، شنیدی؟ تو فرهنگ ما هست، مادرها به بچه هاشو میگن اگه کاری بد کنی کلاغه خبر میاره ها. بنابراین کلاغ سمبل ورگودن و ورزدنه، به همین دلیل اولین پله رو میگن کلاغ، که به این کسانی که میان اسم نویسن و این پله رو بگذرونن بگن چه کارهایی انجام شبیه داشت. کلاغه که انجام ندی. وقتی که پله تموم شد، حالا 3 ماه 4 ماه 6 ماه هر ماه زمانش تمام میشد، اینها رو تازیانه می زدن به جایی که جایزه بهشون بدن، روی برف و یخ راه می بردن، در زمستان پاهاشون رو تا زانو توی حوض سرد یخ می زاشتن. چرا؟ برای که اینا نیروی مقاومت پیدا کنن، اگه گرفتنشون شکنجهشون دادن که راز بگن، راز و بروز ندن. و از این چیزا خیلی زیاد بود که فقط مقاومت به اینا بدن. حتی حالا میرسیم به پله‌های بالاتر، 12 ساعت اینا رو تو گور میخوابوندن، روشون رو میپوشوندن، که الان درست احساس تو گور بودن کردن، فقط برای اینکه نیروی مقاومت اینها. این پله دوم چه اسمی داشته؟ نه حالا میرسیم، میگم به پله‌های بالا که رسیدیم این یکی هم اضافه میشد بر اون مجازا. پله دوم رازه.
حالا کلاغ رو یاد دادن، حالا میخوان بگن چه چیزا رازه، اینا رو لو ندید. لو ندید، درست. پس این پله دوم رازه. پله سوم سرباز. اینجا داستانه، کسانی که پله سوم رو میگذروندن به بعضی از رازها و به بعضی از جلسات میرفتن، حالا دلشون میخواست ادامه میدادن چهار پله دیگر رو، نمیخواست سرباز مهر میشدن. از اون به بعد اینا سرباز بودن، فقط همین سه کلاس هم دیده بودن، توجه کردی؟ اما به رازهاش، به بعضی از رازهاش نبودن و سرباز کشی مهر بودن. و واقعا اینها در جنگ ها، این مهری ها از خودگذشتگی های عجیب کردن. پله چهارم شیره. پس بالاخره سر و کله شیر همیشه قران و جیان پرچم راستین ایران زمین. پله چهارم شیره اسمه. حالا چرا شیره؟ گفتم میترایستا به دو چیز، به دو عنصر خیلی احترام میذاشتن، عنصر پاک میدونستن، یکی آتشه یکی آبه. آب. معتقد بودن در کائنات جهان دو تا عنصر هستن که در وجودشون آتشه، یکی شیره. در وجود این جانور جنگلی آتش وجود داره، به همین دلیل قابل احترامه. و میبینید هنوزم در فرهنگ ایرانی شیر رو یه احترام مخصوصی براش قائلن، سلطان جنگل و فلان و بیسار اینا. بنابراین پله چهارم شیره. تا پله سوم هر کی فارغ التحصیل شد همون شکنجه ها بودا، یخ و روبرف را رفتن و لخت را رفتن در زمستان و اینا. پله چهارم معاف بودن، میگفتن کسانی که این پله رو گذروندن چون در وجود شیر آتشه اینها هم معافن، یک انگشت عسل تو دهن اینا میکردن میرفتن به پله پنجم. پله پنجم پارسی یا پارساس. در اون موقع به اینا یاد میدادن چجوری ایرانی باشن، چجوری پارسی باشن، چجوری حالا که اومده سربازی رو گذرونده و شیر هم گذرونده میزان کار ارزش خودش میدونه، حالا چجوری پارسی. بعضی از کتاب ها نوشتن پارسا، حالا در هر صورت هر دوش هم تقریبا یه معنی. پله ششم چیه؟ خورشیده. خورشیده. یک پله مانده به آخرین روز. یک پله مانده به آخر. یعنی شیر چهارم، خورشید ششم. ششم. بعد دوباره پله ششم هر کسی میگذرون بازم یه انگوش اثر تو دهنش میکردن، مجازات نمیشد، میگفتن اینا معافن هم مجازات، میرفتن پله آخر که پیر بود، که پیر میدونید در کیش مهر و در نزد حافظ پیر مقام دیگه بالاترین مقامه و حافظ تا روزی هم که درگذشت احترام پیر مقام رو داشت. حالا اسلام ظهور میکنه، اسلام ظهور میکنه اواخر ساسانی، یواش یواش. خب ایرانی ها چیزی که میشن طرف های عرب ها هم. آخه میدونید عرب 20 سال طول کشید تا ایران رو گرفت، تا اون آخر 20 سال هم یزدگرد سوم اینها بودن و میرفتن نیرو جمع میکردن اینا. پرچم ایران عوض میشه. من اینجا خواهش میکنم از اتاق فرمان که عکس مقابل صفحه 9 رو از تلویزیون پخش کنه، عکسی که میفرمایید از کتاب شیر خورشید نشان 3000 سال است که بله. این پرچم ارتشی ایران در زمان ساسانیان به جز درفش درفش کاویه دیگه تموم شد. درفش کاویه عربا حمله کردن و اومدن و این زمانی است که فقط شیر هست، خورشید و مسئله اسلام و اینا هیچ مثلا نی. ولی اون شیره اثر گذاشته. چرا؟ تو ذهن میترایستا بوده، تو ذهن ایرانی ها بوده که اصلا آتش در نهاده خورشیده. الان این عکس آقای دکتر، این عکس از کجا آمده؟ اینو من در یکی از این ایمیل هایی که برام فرستادن که دوره های مختلف نوشتن این عکس رو چاپ کردن. بعد توی یک کتابی که آقای دکتر بختورتاش که من بهش معتقدم بسیار مرد پخته در ایران هست، اینو چاپ کرده. و اگه ایشون چاپ نکرده بود من شک داشتم، ولی از این یعنی تایید در واقع ایشون از لباس و این نشون میده که درست در ابتدای ظهور اسلام در ایران سربازان ایرانی که هنوز برای
استقلال کشور ایران و عدم تمکینش از زیر این پرچم سربازان عرب میچنگیدن، این تصویر رو. و جالب اینست که این زمینه سرخه، من سرخچام نکردم، نمودار آتش زمینه سرخه و روش عکس شیر در حال قرش و درندگی است. بعد عکس رو همکارانم پخش کردن و دیدیم و بعد بریم سراغ بعد. خب بعد میایم به جلو، یعنی ببینید این زمان ساسانیان و زمان اخامنشیان بود. چیز پرچم رسمی درفش کاویانی که بره. همه ما ازش اطلاع داریم و بارها و بارها این رو دیدیم و میشناسیم. بله. لطف کنید صفحه 20 رو که فریز کردید پخش بکنید. بله. ببینید این عکس خیلی گویاست. اولا این رو در روی یک بشقابی در شهر ری چاپ کردم. هست. کشف این در موزه ایران باستان. این متعلق به چه زمانیه؟ مال چند سال قبل از حالا همه رو میام. مال 1000 سال پیش. درست 1000 سال. یعنی پیش. بعد از اسلام دیگه. دقت کنید. دست شیر بالاست. ولی شمشیری در دستش نیست. شمشیری در دستش نیست و نبوده. نکته جالبتر اون خورشیدی است که در بالای سر شیر هست. درسته. این خورشید اگه دقت کنید حالت چرخش داره. نشون میده که این سواستیکا علامت صلیب شکسته که میگن در بسیاری از پژوهشگران نوشتن این چرخ میتراس. چرخ میترا رو که حالا من باز در این کتاب حافظ و کیشمهر آوردم، این تبدیل شده به علامت سواستیکا و صلیب شکسته که بعدها مورد استفاده. بله بله، روانشاد کسروی حتی این رو میگه به زمان، ببینید این همون چرخه گردشی میتا، بعد به این شکلش در آوردن و اصولا ببینید اینا این صلیبا همه شده صلیبا هم دقیقه. به هر حال در اینجا نکته اینه، اولا دم شیر دقیقا همین به صورت اس، دست شیر بالاست، خورشید هم بالا سرشه. درسته. یعنی همه چیز شیر خورشید هست به جز شمشیر. این نشون میده که نشان اصلی شیر خورشید شمشیر نداشته. یعنی نخستین نشانی که از شیر خورشید در آثار مدون و تصویر شده ایرانی به ثبت رسیده بر سفالینه هایی که در منطقه ری کهن پیدا شده و امروز در موزه ایران باستان هم نگهداری میشه که قریب به 1000 سال عمر داره، نشون میده که شیر خورشید بر روی کاشی کشیده شده و همه خصوصیات ما شیر خورشید ما رو داره به جز شمشیر. این نشون میده که شمشیر جز پیشینه تاریخی شیر خورشید نیست. درست. عکس صفحه 32 رو لطف کنید نشون بدید و اینجا این یک برگه دیگری است که من برای شما الان نشون میدم، در سال 665 هجری قمری یعنی 750 سال پیش. درسته. دیده شده. از پشت شیر شما نگاه کنید، خورشید داره میاد بیرون. خود شیر یه خالخال ستاره روی بدنشه که من هر چی تمام این عوامل رو نگاه کردم تمام اینا، من نفهمیدم این ستاره ها بر روی پیکر شیر چیه و چه منظوری رو داره، متوجه شدم در حالی که مجسمه هایی هم از شیر شاب کردم که ستاره روی بدنش هست. و همه اینها در هر سال این دقیقا خود این در یه ستاره هشت پر اسلامی هم قرار گرفته این شیر. آیا این نه اون بله اون هشپر اسلامی نیست ولی الان فلسطینی بله استفاده میکنن. بله ولی بله. که در مقابل ستاره ششپر داوود استار که متعلق به یهودیان بله. مورد استفاده بله. قرار میگیره. آقای انقطاع فرمودید این تصویر متعلق به سال 665 750 سال پیش. این تصویر کجا کشف شده؟ آیا در تحقیقاتتون نشون میداد که این تصویر متعلق به کدوم سابقه یه تاریخی در خراسان نوشتم؟ در خراسان بود، در روی یک کاشی لعابدار در خراسان کشف شده پیدا شده و اینم الان تو موزه است. درسته. حالا این تصویر نشون میده که در واقع در طول این 300 سالی که بین نخستین تصویری که از شیر خورشید در روی کاشی هست تا این تصویر، هنوز این هویت شیر و این هویت در واقع خورشید به همین سبک و سیاق بدون شمشیر بوده. بله. باز هم دست شیر در این تصویر هم بالاست آقای. بله بوتر. بله. حالا لطف کنید صفحه 46 رو نشون بدید، صفحه 46 کتاب رو ببینید. حالا تا نشون بدم من یه نکته بگم. بله. اون بانویی که
چرا میگم بانو؟ برای که موشو بافته اومده تا کمرش. درست، یعنی اون که بر پشت شیر در فراز خورشید نشسته. اونی که بر پشت شیر یا نشسته یا ایستاده، که به نظر من همطور شما درست هستیدین، نشسته یا پاهاش از این ور از اون ور شیر خورشید مثلا باز کرده نشون میده، این آناهیتاست. آناهیتا یعنی فرشته باران، مادر میترا. آره، یعنی ناخودآگاه فکر میکنه بعد مثلا خود میترا باشه. بله، نه دیگه، اون مادر میتراست. بعد نه خود میترا نیست، چه موش بافته است و دراز و اینا. بعد خورشید رو چقدر زیبا در پشت این شیر آورده، خود شیر رو هم، شیر نره دقیقا این همه شیرها، اینا مهمی، اینا نشون میده که شیر و خورشید نشانه بیش از 3000 ساله، چون این مال 4000 سال پیش. درسته. این لوح رو اول من خدمتتون بگم، این لوح در موزه ارمیتاژ لنینگراده. درسته. و این رو عکسشو خواستم و دوستان رفتن و یعنی کسانی که میرفتن توریست تونستن اونجا برن و این رو برای ما آوردن. این نشان متعلق به دوران پیش از اسلامه، درسته؟ 4000 سال پیشه. 4000 سال. یعنی اونچه که ما الان داریم که خورشید بر پشت شیر سواره، دوتا عکس که نشون دادیم که مال دوران بعد از اسلامه، همه اینا مال 4000. درست نشون میده که اینها نمایه‌هایی از همون تصویر کهن 4000 ساله است که شما الان تصویرش از موزه ارمیتاژ. حالا این مهم، انقدرها برای من مهم نیست، چون من گفتم که میترائیس 5000 سال قبل از زایش، یعنی 7000 سال پیش الان، ولی این مال 4000 سال پیشه، یعنی 3500 سال قبل از میلاد مسیح تقریبا. اینجا میترائیس خودش شناسونه. مهم این عکس بغله، این مردی که در کنارش، در کنارش این عکس یه خود کجا، آها، تاج شاهی سرش، ببینید باریک الله، زیر این نوشته شده که خشایارشاه. من با توجه به اون سده چهارم پیش از این فکر میکنم این اردشیر دوم باشه، یعنی فرزند خشایارشاه شاید باشه. این داره نیایش میکنه این به درگاه، به شیر خورشید. به شیر خورشید. چطور میشه یه پادشاهی، خوب دقت کنید، نشان شیر خورشید مال خودش باشه او بیاد نیایش کنه؟ پس نشان شیر خورشید بالاتر از شاهانه. پس اینی که میگن شیر خورشید مال شاهانه درست نیست. یعنی در همین ابتدا، حالا وقتی ما هم به همین ابتدای امر که رسیدیم، تقریبا بخش عمده وقت برنامه‌مون گذشت که بعد حتما این برنامه رو در یک قسمت دومی هم دنبال کنیم، اما تا به همینجا ما متوجه شدیم که نشان شیر خورشید نشانی دارای سابقه 4000 سال است. بله. که پادشاهان هم به اون نیایش میکردن. بله. این نمادی از یک آیین باستانی ایرانی است. بله. که بخش از فرهنگ کهن ما ایرانیانه. نمیخوام وقت تلویزیون رو بگیرم برای که عکسای دیگه دارم. درسته. خشایارشاه سوار شیره، مهر خشایارشاه که سوار شیره و داره میتازه. خب این نشون میده که خودش سوار نشان خودش نمیشه که. دقیقا. این نشان دارای یک ارزش پیشینه تاریخی خاصی که در واقع این صفحه 46 من صفحه 50 رو هم بیارم. خب میرسیم به بعد. خب در تمام این مدت شما ندیدید که در اینجا شمشیری دست شیر باشه. خیلی رارا داریم هی میام جلو دیگه، به زمان ساسانیان هم رسیدیم. اینا 4000 سال پیش آمدیم. بله. همینجوری پله پله، با این که فرمودید نظامیگری بخشی از آیین مهر دوم بود. بله. در همه اینا که ما میگیم نیرو مهر دوم پیاده میشه. درسته. بله. حالا در اینجا یک نکته ایست، میرسیم به زمان نادرشاه. من مثل این که به این سرکار خانم چرا دادم شماره 50. بله، عکس شماره 55 اینا ببینید، این مهر نادرشاهه. خوب دقت کنید، نادرشاه افشار. افشار دیگه، نادرشاه افشار خیلی هم آخوندا باش خوب نیستن. اصلا با آخوندا بده، پدر آخوندا هم در بود. عرض کنم دقت کنید، اولا تورنج نمودار مبارکیه. درسته. مهر شبیه تورنج، شیر در حال حرکت رو به چوب پرچم، دهان شیر بازه نشون میده، قررش داره میکنه، خورشید هم در پشت شیر، البته با شیوه نقاشی روی مهر دیگه در اون زمان. توی اون دایره خورشید نوشته الملک لله، کشور مال خداست. الملک لله به فارسی یعنی کشور مال خداوند است. این مهر نادرشاه افشاره. نادرشاه افشار پرچم سرنگ بوده،
و اینو دیگه تقریبا تاریخ نویسا مفصل مثلا میزومتی خان استرابادی و غیره نوشتن. آیا در دوره صفوی هم این نماد وجود داشته آقای دکتر؟ حالا میرسیم اونم به قبل از، البته اونو عکسشو ندارم ولی میگم چیه. سه تا پرچم داشتن صفوی هم، سبز و سفید و سرخ، همش سبز، همش سفید، همش سرخ. سبز و سفیدشو بذارید کنار، سبز و سرخش شیر و خورشید دوش بوده، تک بوده با هم نبودن ها. مثلا پرچم سرخش رو مال زمان جنگ بوده، سبزش مال زمان سرخ بوده، بازم شیر خورشید بوده. نوشتن مثلا شاردن و اینا نوشتن که این پید. سفیدش پرچم دیپلماسی بوده برای سفرهایی که میفرستادن، که میفرستادن اون بوده. سفید بوده روشم شیر خورشید، شیر خورشید این مال چیز. اما نادرشاه یه پرچم داره، یعنی دو پرچم داشت، یکی پادشاهی بود که اون زردوزی بود و ملیله کاری بود و اینا، یکی پرچم لشکریان و کشوریان. پرچم لشکریان همین نشان، دقیقا همین نشان بزن. مهر پادشاهی بزن. در میانش و سه رنگ هم هست. اما سه رنگ چجوریه؟ حالا همین میخواستم تجسم کنید. اولا پرچم نادرشاه مثلث بوده. اون زمان پرچم های کشورهای خاورمیانه همشون مثلث، هنوزم بعضی از این کشورها چیزا مثلثی هستن، در همین چیزا هستش، یا این نپال نمونهش هست، نپال داریم، امارات متحده داریم، که اینا رو داریم که اینا همین مثلث هست. این مثلثی بوده، ضلع بالا به اندازه 5 سانت نوار سبز بوده. همکارانم اتفاقا اینو پیدا کردن، اگر که نگاه میکنی بله تقریبا همین، دقیقاً بله، که خورشید شیر و خورشید وسط هست بالا. البته اینجا یه مقدار اشتباه کرده چون با مهرش، یعنی اون کسی که نایشو نه بر میدونم، سر شیر رو به چوب پرچمه، همونطور که میبینید چون دوم پرچم اینوره، این چیز رو چوب پرچم اونجاست که ستا رنگ بهش میرسه بل. و همونطور که دیدید شیر رو بخوشه، بازم شمشیر نیست، بازم شمشیر. حالا میرسیم به آقا محمد خان. آقای دکتر، ما وقت خیلی زیادی تا پایان برنامه نداریم، من یه سری سوال دارم، میخوام اگر اجازه بدید همینجا ازتون خواهش کنم که این برنامه رو در قسمت دوم همکارانمون ادامه میدیم و در خدمتتون خواهیم بود برای هفته آینده. اما من این دو سه تا سوالی که تا این مرحله هست بپرسم، اگر زمینه فراهم بشه برای اینکه در قسمت دوم برنامه ما از در واقع آغاز دوره قاجاریه و نشان شیر خورشیدی که به قاجاریه رسیده بریم. آقای دکتر، یک نکته بسیار مهمی وجود داره. نشان شیر خورشید تا دوران نادرشاه افشار چیزی در حدود قریب به 1000 سال هست که در دوره اسلامی آمده. آیا این نشان و پادشاهانی که از این نشان استفاده میکنن، خصوصا در دوره صفویه که میدونیم پادشاهان به شدت به مذهب شیعه گرویدن و علاقمند به این مذهب هستند و حتی تحت استیلای فکری برخی روحانیون طریقت جبل عاملی هستند، آیا این هنوز اون باورها و تفکرات مهری رو داره در جامعه ایرانی نمایندگی میکنه در لایه زیرین تفکر جامعه ایرانی، یا اینکه نه این تفکر مهری کنار گذاشته شده، این نماد دیگه به عنوان نماد ملی مورد پسند واقع شده؟ ما مردم هم الان ماییم که در همینجا هستیم، در ایران فرض کنید این بلا بر ما حادث نشده بود، ما یه مقدار ذخیره های فکری تاریخی در مغزمون هست. درسته. زیادم ایرانی عادت نداره دنبالش بره این از کجا اومده چی هست اینا، قبول میکنه. بدون صفویه در حقیقت همون شیر و خورشید دیدید که همون ده. شیر و خورشید رو قبول داشتن، کاری نداشتن ریشش مهریه و غیر مهری اینا رو برای خودشون. هرچند من خودم با صفویه موافق نیستم به خاطر مذهب آخوندیسمی که گسترش دادن، اما نکته جالبی که آدم در اینجا متوجه میشه اینه که اینها حتی پذیرش مذهب شیعه رو به خاطر حفظ ایران در برابر عثمانی کردن. و اینا سیستم افکارشون اون ته دلشون به ایران میاندیشه. آقای دکتر، نکته دیگه که برای من مهم هست این هست که در تمام این دوران وقتی ما این سلسله تغییرات در پرچم شیر خورشید، در نماد شیر خورشید رو میبینیم، میبینیم یک ریشه فکری عمیقی پشت این نماد وجود داره. یعنی کسانی که آمدن این نماد رو ساختن و شیر و خورشید رو در کنار هم گذاشتن که شهامت و روشنایی و پایداری رو در این تجلی کنن، از زمانی که به فرموده شما بر اساس اون در واقع سنگ تراشه‌ای که در
موزه آرمیتاژ نگه داشته میشه تا کاشی‌هایی که در خراسان و ری کشف شده، همواره نشون میده این نشان یک نماد مذهبی بوده. آیا این نماد مذهبی میتونسته زمینه و دلیلی باشه برای مقابله با شیر خورشید در زمانی که مثلا روح الله خمینی قدرت رو در انقلاب یعنی رجب به دست میگیره؟ منظورتون این نماد مذهبی، نشان مذهبی چیه که میتونه جلو شیر خورشید وایسه؟ منظورم اینه که آیا مثلا روح الله خمینی میدونسته که این یک نماد مذهبی هست؟ میرسیدم به اونجا. زمانی که خمینی اون، یعنی اینا باید بگذاریم برای در واقع ما باید به تاریخ کرونوگرافیک بیام جلو. و یه نکته دیگه هم که برای من مهم هست آقای دکتر، آیا این نشان فقط در پرچم‌های رسمی دولتی و پادشاهی استفاده می‌شده و اساساً نشانه‌ها در دورانی که حالا تا قبل از دوره قاجاریه در چه جاهای کاربرد داشتن؟ آیا فقط بر سردر امارت‌ها و کاخ‌ها و کوشک‌های شاهی و پرچم‌ها و بیرق‌های دولتی و لشکری بودند یا در جاهای دیگه هم جلوه داشتن؟ اینم اجازه بدید که همه‌شو باید صحبت بکنم، یعنی گذاشتم جزء صحبت. درسته. و آیا ما از نشان شیر خورشید روی سکه‌ها هم اثری داریم؟ خیلی زیاد. در همون دوران پیش از نادرشاه افشار؟ نه اون زمان، نه اون زمان زیاد رو سکه ها چیز بوده. مثلا نادر نمیشه گشت نادر بر چون شهنشاه جهان نمیدونم صاحب قران، نه اونا بیشتر فرد پرستی بوده، بعد به این نشان نبوده. درسته. ولی پرچما بوده، چون پرچم محرک سپاه بوده، یعنی در آستانه و تلیعه سپاه حرکت. اون موقع اونا توجهشون روی شیر خورشید نبوده تا رسیدن به قاجاریه. قاجاریه بوده در دوران قاجاری. بسیار عالی، به پایان وقت امروزمون رسیدیم. آقای دکتر سپاسگزارم و واقعا محبت کردید و از این